خالق خلاق ستارگان درود بر همه شما خوبان امیدوارم هر جا که هستید تندرست باشید و آرامش و سلامتی برقرار باشه دوستان گرامی یک کلیپ آموزشی بسیار کوتاه در رابطه با مشخصات یک شتر شاهی ما معمولا شطورهای بسیاری رو در طبیعت به اشکال گوناگون در بالای کوه پایین کوه یا در وسط یک دشت در بیابون معمولا این موارد رو میبینیم اما من میخوام فقط خیلی کوتاه، خیلی مختصر و مفید مشخصات یک شطور شاهی رو خدمتون عنوان کنم وقتی شطور شاهی میگم کاملا متوجه میشید که معنی شطور شاهی یعنی چی ضمن این که دوستان گرامی هر سنگی شعاب سنگ نیست هر گردی هم گردو نیست هر شطوری مربوط به دفینه نیست و هر شطوری هم شطور شاهی نیست اما مشخصات یک شطور شاهی چیه تا دو کیلومتری سمت شرق یا قسمت طلوگاه یک قلعه وجود داشته باشه از نوع قلعه شاهی یا یک ای که در پیرامون قلعه شاهی باشه اما اون قلعه قلعه نظامی نباشه یعنی یک روستای پیشاهنگی باشه دوستانی گرامی داخل پرانتز قلعه های شاهی ما بالاتر از قلعه های نظامی هستند صرفا خرابه ای از اونها به جا مونده و این قلعه ها اصولا قلعه ای که شاه در اونجا جلوس بکنه نیست و برای انجام یک سری مراسمات خاصی اونجا شاه برای یک, م... 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 یک روز مشخص ساعت مشخص هر ماهی یک روز هر سه ماهی یک روز ده ماهی یک روز حالا برای یک جشنی مثل جشن تیرگان جشن مردادگان جشن مهرگان اونجا میرفته یک سری مراسماتی رو انجام میدادند و تمام اما در پیرامون اون قلعه های شاهی دوستان گرامی ما قلعه های پیشاهنگی رو داشتیم قلعه های پیشاهنگی مثل اولیاها و سفلاها و شمساباد و سرخاباد و امراباد و امیراباد و نصراباد و نصیراباد و شاهاباد و نظاماباد و اینجور موارد به اینها میگن قلعه های پیشاهنگی پس دوستان گرامی تا دو کیلومتری سمت طلوع آفتاب اونها یک قلعه پیشانگی وجود داشته باشه وجود چشمی نامی در شعاع قریبه اون موقعیت و وجود یک قبرستان مشهور یک قبرستان نامی یک قبرستان ارزشمند اینها اگر شطوری رو دیدید با این مشخصات اون شطور شاهی هست امیدوارم که معنای کلمه شطور شاهی رو با این کلیپ درک کرده باشید ممنونم از همه شما حمایتمون بکنید با لایکتون با سابسکرایبتون و ارسال کامنت لاتینتون ممنونم از همه شما خوبان مثل همیشه امضای خدا پای تمامی رویاهاتون مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید